ایرانی هایی که در بروکسل برای شرکت در این کنگره آمدند کم نبودند. در این کنگره اعدام بسست از فرصت استفاده کرد و با خانم ویدا مهرانیا، همسر دکتر احمد رضا جلالی، پزشکی که به اتهام‌های واهی جاسوسی و همکاری با دولت متخاصم در جمهوری اسلامی به اعدام محکوم شده و همکنون در زندان اوین محبوسه، صحبت کرد. خانم مهرانیا، ممکنه در مورد آخرین وضعیت دکتر جلالی توضیح بدین؟ چون می‌دونیم ایشون سخت بیمار هستند و مقامات زندان و قوه قضاییه اجازه انتقالشون به خارج از زندان برای بستری شدن و آزمایشات رو نمیدن. بله، در حال حاضر احمد رضا 50 کیلوگرم وزنش هست، علی‌رغم اینکه قبلا 81 کیلو بود. الان قرار بود که حدود 3 هفته پیش انتقالش بدن به بیمارستان، ولی متاسفانه این کار رو نکردن و دو بار تو خود زندان اوین آزمایش انجام داده و نشون میده که مشکوک به لوکمیا هست در حال حاضر و نیاز به درمان و رفتن پیش متخصص خون رو دارن، هماتولوژیست. ولی متاسفانه تا الان انتقالش ندارن و امیدوار هستیم که این کار رو انجام بدن، چون واقعا جونش در خطر هست. وضعیت پرونده ایشون خب محکوم به اعدام شدن، ولی تا اونجا که من اطلاع دارم وکیلشون تقاضای اعاده بررسی دادرسی داده بود. پرونده شون در چه موقعیتیش وضعیت؟ الان در حدود 3 سال هست که احمد رضا تو اوین هستش، زیر حکم اعدام به سر میبره و دو بار اعاده دادرسی داده بودن، قبول نشده و سری آخر دوباره تقریبا حدود 1 ماه و نیم پیش وکیلشون درخواست اعاده دادرسی دادن، ولی هیچ نوع متاسفانه جوابی نگرفتیم تا الان. مقامات به وکیلشون گفتن که این پرونده در چه حالیه، کی پاسخ میدن، آیا نظر مثبتی هست نسبت به این اعاده دادرسی؟ متاسفانه ما فعلا هیچ نوع جوابی نگرفتیم و واقعا نمیدونیم چه خواهد شد، ولی میدونم که ایشون در شرایط خیلی بدی هستن الان و نیاز به درمان فوری دارند خارج از بیمارستان، خارج از زندان اوین، به خاطر اینکه داخل زندان اوین هیچ نوع امکاناتی وجود نداره برای بیماری ایشون. شما با ایشون در تماس تلفنی هستین تا اونجا که من اطلاع دارم؟ از نظر روحی وضعیت ایشون چطوره؟ اصلا وضعیت خوبی نداره، به خاطر اینکه 3 سال نتونسته خانواده‌اشو ببینه، بچه هم خیلی دلتنگش هستن و بارها میپرسه، بچه کوچیک من بارها میپرسه بابا کی برمیگرده، ولی متاسفانه تا الان نتونستیم حتی تماس اسکایپی، یعنی از طریق ویدیو اسکایپ ببینیمش. الان 3 ساله که ما نتونستیم ببینیمشون. اعضای خانواده در ایران ملاقات حضوری داشتن، اونها چی میگن در این رابطه؟ بله، اعضای خانواده‌شون ملاقات دارن به طور منظم و گفتن که شرایط روحی خوبی نداره، شبا نمیتونه بخوابه و دکتر روانشناس معاینش کرده بود تو اوین و بهش قرصهایی دادن که بتونه استراحت بکنه، ولی اضطراب شدید داره چون 3 سال هستش زیر حکم اعدام به سر میبره. ایشون خب تابعیت سوئدی هم دارن، دو کشور دیگه اروپایی هم غیر از سوئد علاقه دارن به پرونده ایشون، علاقه نشون دادن، کشورهای بلژیک و ایتالیا، چون ایشون در دانشگاه های دو کشور هم کار تحقیقاتی انجام میداده. آیا تاکنون از سوی این 3 کشور یا اتحادیه اروپا در تماسایی هم که شما داشتین قول همکاری دادن، قدم مثبتی برداشتن، کاری کردن یا فقط حرفی زدن؟ بله، پیگیر بودن تا الان و از طریق وزارت امور خارجه سوئد پیگیر بودند، ولی حتی سفارت سوئد در ایران پیگیر بودند، ولی تا الان متاسفانه نتونستن حتی احمد رضا رو برن ببینن و جلوگیری شده از دیدنشون، چون سفیر بارها درخواست ملاقات داده و به خاطر اینکه شهروند سوئد هستند و طبعا باید اجازه ملاقات داشته باشن، ولی تا الان هیچ
ملاقاتی صورت نگرفته و مقامات دولت سوئد، ایتالیا گفتن که و بلژیک گفتن که تو سطح بالا پیگیر پرونده ایشون هستیم و امیدواریم که این مسئله بشه حلش کنن بتونن. با سپاس از همراهی. متشکرم از شما.